صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Binandagan aziz wa girami, umidvar hastam ki dar har jay hastid dar zir saye rahmat Allah subhanahu wa ta'ala qarar dashta bashid. Dar chaharumin qismat az qismat-haye barnamaye راهنمود سنت به خدمت شما عزیزان و گرامیان قرار دارم. در بخش‌های گذشته به خدمت شما عزیزان و بینندگان عزیز مطالبی در مورد سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، جایگاه سنت پیامبر در قرآن و همچنین کسانی که از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی می‌کنند و همچنین کسانی که نافرمانی و سرپیچی از دستورات پیامبر علیه السلام را می کنند، مطالبی را از قرآن عظیم الشان و بعضی از روایات و احادیث به خدمت شما عزیزان مطالبی را بیان کردم. اما در این مورد بحثها مفصل است. اجازه دهید که برویم سر اصل موضوع. اینها در واقع همه مقدمات هست تا اینکه به بحثهای اصلی برسیم. و در واقع اینها تعریفی است با اول برنامه ما، چنانچه در اول برنامه یا در قسمت اول برنامه هم به خدمت عزیزان بیان کردم که این برنامه ما میخواهیم ان شاء الله سنت پیامبر را به صورت درست معرفی بکنیم و آنچی که با سنت در تضاد است که همانا بدعت هست و همچنان رسم و رسوم های غلط و بیجایی که در میان مردم و در میان مسلمان ها امروز قرار دارد، به خصوص در میان فارسی زبانان ما، مطالبی را به خدمت عزیزان و گرامیان در این برنامه بیان بکنیم. به خاطر اینکه ما بدعت بدعت میگوییم، باید معنا و مفهوم بدعت را بدانیم، بر ما لازم است. به همین اساس در این برنامه میخواهیم به تعریف‌های ابتدایی در مورد بدعت بپردازیم و همچنین در برنامه‌های آینده هم ان شاء الله در مورد مذمت بدعت از دیدگاه قرآن، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان و ضررهای بدعت مطالبی را بیان بکنیم ان شاء الله. در این برنامه فقط به اصطلاحات و مصطلحاتی که مربوط هست به بدعت مطالبی را به خدمت عزیزان بیان می کنم تا اینکه عزیزان آشنایی داشته باشند با این لفظ و با این واژه. اول، بدعت از نظر لغوی به چی معنا هست؟ بدعت از نظر لغوی به دو معنا بیان شده و علما و اهل لغت آن را به دو معنا تعبیر کرده اند. معنای اول، چیز خودساخته ای را می گویند که مثال سابقی نداشته باشد، به این میگویند بدعت. چنانچه خداوند سبحانه و تعالی در سوره مبارکه احقاف آیه 9 میفرماید: قل ما كنت بدعا من الرسل، ای پیامبر صلی الله علیه و سلم، بگو که من از میان پیامبران پدیده جدید و نوی نیستم. آنچه که مورد استناد ما هست بدعا من الرسل هست، یعنی من پدیده جدید و نوی نیستم که اولین پیامبر باشم، بلکه پیامبران دیگری قبل از من بودند. بناهن من چیز جدیدی نیستم، شخص جدیدی نیستم که حالا ادعای نبوت بکنم و بگویم من نبی هستم، من پیامبر هستم.
بناهن بدع در اینجا به معنای چیزی است که مثال سابقی نداشته باشد، چیز خود ساخته ای که مثال سابقی نداشته باشد. پیامبر علیه السلام این را نفی میکنند که من چنین نیستم، من پیامبر الهی هستم و قبل از من هم پیامبران دیگری در این ردیف آمدند و رفتند. معنای دومی که علما در مورد معنای لغوی بدعت بیان میکنند این است که میگویند بدعت به معنای خستگی و درماندگی است، که هر کدام اینها در انسان مبتدع صادق میآید، که انشاءالله بعداً به این موضوعات خواهیم پرداخت. به معنای خستگی و درماندگی هم بدعت آمده، چنانچه در حدیثی که امام مسلم در صحیح خود روایت می کند، شخصی از پیامبر علیه السلام پرسان می کند علیه که چی قبلاً چی موضوعاتی بوده، یعنی با پیامبر علیه السلام در مورد چی صحبت می کرده، ما به این موضوعات نمی پردازیم بلکه آن چی مورد استناد ماست به آن استناد می کنیم. میگه که یا رسول الله کیف اصنع بما ابدع علی منها، ای پیامبر صلی الله علیه وسلم، هرگاه از آن برای من چیزی تازه پدید آمد من چی کار کنم؟ سوال میکنه از پیامبر. در اینجا چیز ابدع، این چیزی که جدید برای من و تازه برای من به وجود آمده، من چی کار بکنم؟ آن لفظ ابدع یا واژه ابدع مورد استناد ماست. این حدیث در صحیح مسلم حدیث شماره 1325 آمده. این معنای لغوی بدعت، معنای اول گفتیم که آن چیزی که خود ساخته باشد و مثال سابقی نداشته باشد. دوم به معنای درماندگی و خستگی می باشد. این دو معنا در بدعت قابل ملاحظه هست. عزیزان این را به ذهن خود بگیرند، چون در برنامه های آینده این موضوعات خیلی مهم است. فهمیدن این مسائل ابتدایی برای برنامه های بعدی ما مفید هست و فایده می کند. وقتی اینها را فهمیدیم برنامه های بعدی هم انشاءالله برای ما ساده خواهد شد، و وقتی ما می گوییم بدعت، شنونده و بیننده گرامی ما خواهد دانست که منظور ما چی هست، منظور ما از بدعت چی هست. اما بدعت در اصطلاح شرعی، آنچه که در مورد بدعت گفته شده، تعریف های متعدد و فراوان در مورد بدعت شده، اما می شود گفت که بهترین تعریفی که در مورد بدعت هست و علما آن را تعریف خوبی دانسته اند، تعریفی است که امام شاطبی رحمه الله در کتاب الاعتصام، که بهترین کتاب در شناخت بدعت و سنت هست، آن را دانسته اند. بهترین تعریف می گویند همین تعریف هست. این تعریف چی هست؟ متن تعریفی که امام شاطبی رحمه الله آن را بیان کرده به خدمت بینندگان عزیز بیان می کنم. امام شاطبی می گوید بدعت طریقتون فی الدین مخترعتون تضاهی شرعیه یقصد به سلوک علیها ما یقصد به طریقت شرعیه. می گوید بدعت راهی در دین است که ساختگی است، مخترع است، اختراع شده، راهی است در دین که اختراع شده. طریقتون فی الدین مخترعتون، اختراع شده، نو به وجود آمده. تضاهی شرعیه، مشابهت دارد با شریعت، و انسانی که آن را انجام میدهد یقصد به سلوک علیها، مقصد در چی هست؟ مقصد میشه ای عمل میشه و هدف و منظور از آن، منظور از عمل این بدعت و انجام این بدعت چی هست؟ ما یقصد به طریقت شرعیه، همان مقصد و هدفی در پی بدعت هست که همان هدف و مقصد در شریعت هست، در شریعت مقدس اسلام وجود داره و در اعمال شرعی انسان ها وجود داره. به این میگویند بدعت، راه و روش جدید و مخترعی که نو به وجود آمده و انسان آن را اختراع کرده، شخصی و گروهی آن را اختراع کرده و اختراع کردند، و هدف و مقصد از اختراع این چیه؟ همان هدفی که شریعت داره، هدف رسیدن به خدا، هدف قربت، هدف نزدیکی به الله،
همان هدف در بدعت ملاحظه می شود. به این می گویند بدعت. این معنای اصطلاحی بدعت هست. بیننده عزیز، این را به ذهن خود بسپار که مراد از بدعت چیست؟ طریقه است که در دین جدید به وجود آمده و هدف آن هدف است که شریعت داره، که قربت به سوی الله سبحانه و تعالی است. این را میگویند بدعت. و خود بدعت را علما به دو دسته تقسیم کردند. البته همه بدعت ها دلالت و گمراهی هست، همه بدعت ها در واقع مشکلات خود را دارد، اما این بدعت ها باز از خود درجاتی دارد. بعضی از بدعت ها هست شرک است، کفر است، که انشاءالله با آنها اشاره میکنیم. در باب بدعت های اعتقادی با آنها اشاره میکنیم. کفر است، شرک است، انسان از دین بیرون میکنه، از دایره اسلام انسان را خارج میکنه. بعضی از بدعت هایی هست که گناه آنها کمتره، ولی بالای هم رفته همه بدعت ها اشتباه هست، همه بدعت ها گمراهی هست، که انشاءالله بعداً به این موضوع اشاره خواهیم کرد. اما آنچه که ما میخواهیم در اینجا اشاره بکنیم این است که بدعت، علما میگویند بدعت حقیقی هست، بدعت اضافی هست. بدعت حقیقی میگویند همان بدعتی، البته این بدعت، این تقسیم از باب تقسیمات دلیل هست، بر اساس دلیل. این بدعت، بدعت حقیقی هست، این بدعت، بدعت اضافی هست. بدعت حقیقی همان بدعتی هست که نه در کتاب خدا، نه در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، و نه هم در اجماع و نه در استدلال معتبر دلیلی بر آن وجود ندارد. اصلا همان چیز خود ساخته است که اصلا سابقه قبلا نداشته، سابقه اصلا نداشته. در معنای لغوی همین طور گفتیم. این بدعت حقیقی بدعتی است که نه دلیلی از قرآن داره، یعنی نه ثبوتی از قرآن داره، نه از سنت پیامبر علیه الصلاه و السلام داره، حتی طریقه اش نداره اینها را، و نه هم ثبوتی از اجماع داره، و نه هم ثبوتی از استدلال معتبر داره، استدلالی که قابل اعتماد باشه، از اینها نداره، هیچ نوع دلیلی وجود نداره. چیز خود ساخته است که سابقه، یعنی شکل سابقه در سابق نداشته و قبلا نداشته. به این نوع بدعت میگویند بدعت حقیقی. و در این مورد مثالهای زیادی در مورد این بدعت گفته شده که میشود گفت رهبانیت، گوشگیری ها که انشاءالله به این موضوعات خواهیم پرداخت، ترک ازدواج به نام عبادت، ترک ازدواج بکنی، یا طواف دور قبر مثلا، و اینها از این قبیل است، از نوعی است که اصلا سابقه نداشته و جدید ساخته شده. اینها را بدعت حقیقی میگویند، بدعتی میگویند که هیچ دلیلی در قرآن نداره، بلکه رد آنها مشخص میشه، رد آنها در قرآن عظیم و شان و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم واضح و آشکار هست. اما نوع بدعت دیگری است که با آن بدعت اضافی میگویند، که ان شاء الله بعد از وقفه به خدمت عزیزان این نوع بدعت را هم معرفی خواهیم کرد. مثال حق، منبر توحید و حقیقت. و نزعنا من كل امت شهیدا فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما كانوا يفترون. و از میان هر امتی گواهی بیرون می آوریم و می گوییم دلیلتان را بیاورید، آنگاه در می یابند که حق با الله است و آنچه سر هم می کردند گم و نابود می شود. مثال حق، منبر توحید و حقیقت. با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی،
بینندگان عزیز، در قسمت اول به خدمت شما عزیزان بیان کردم که بدعت، تعریف لغوی بدعت و همچنان در مورد بدعت اصطلاحی و بدعت حقیقی. حالا رسیدیم به بحث بدعت اضافی، که بدعت اضافی عبارت از چی می باشد؟ در بدعت حقیقی گفتیم بدعت حقیقی همان بدعتی هست که هیچ نوع دلیلی نه از قرآن، نه از سنت، نه از اجماع و نه از استدلال معتبر وجود ندارد. اصلا همچون چیزی موجود نیست، بلکه یک چیزی است که مثال سابقی ندارد و ساخته شده در دین و هدف آن رسیدن به الله است. هدف آن قربت الالله است. وقتی انجام هم میشه قربت الالله است. نوع بدعت دیگر وجود داره که با آن بدعت اضافی میگویند. یعنی چی؟ این نوع بدعت بدعتی هست که در اصل دلیلی از قرآن دارد، دلیلی دارد از قرآن و سنت و اجماع، دلیلی خلاصه دارد، دلیل معتبر دارد اصلش، ولی شکل و طریقهش دلیلی ندارد. واضح تر بگویم که بینندگان عزیز بهتر برداشت بکنند. اصل آن در دین و در شریعت با دلیل ثابت شده، مثلا نماز، مثلا قرآن خواندن، مثلا دعا کردن، همه اینها اساسش در دین آمده، قرآن خواندن در دین آمده، تلاوت قرآن. اما شخصی می آید برای این تلاوت قرآن کیفیت می دهد، مثلا می گوید به این طریق سنت است، در حالی که نیست، هیچ نوع دلیلی ندارد به این ادعای خود. اصل قرآن خواندن ثابت است، ولی این کیفیتی که این انسان آمده ثابت کرده و این کیفیتی که آمده ساخته یا وقتی را مشخص کرده برای تلاوت قرآن، غیر از آن اوقاتی که مستحب است و سنت است در مورد آنها گفته شده، ای از پیش خود میاد وقت دیگری میسازه، مثلا میگه که مثال به عنوان مثال میاد میگه ساعت 3 بعد از ظهر هر کس قرآن تلاوت بکنه ثواب داره، سنته، دروغ میگه. اینو بدعت، بدعت اضافی میگویند به آن. ای آمده وقتی از پیش خود مشخص کرده، آمده یا موقعیتی از پیش خود مشخص کرده، این نوع بدعت، بدعت اضافی است. یا در مورد نماز، اصل نماز ثابت شده در شریعت، ولی کسی میآید طریقه دیگری برای نماز میسازه، طریقه دیگری برای نماز میسازه، یا مثلا نماز نافله خوب است، هر انسان مؤمن نماز نافله بخواند، ولی اگه انسان میآید وقت معین میکند، میگوید فلان وقت سنت است، در حالی که دروغ میگه، همچون چیزی وجود ندارد، هیچ نوع دلیلی وجود ندارد. اصل این بدعت در دین هست، ولی طریقه و شکلش در دین نیست و سنت نیست. این نوع بدعت را میگویند بدعت اضافی. بدعت اضافی به این نوع بدعت میگویند. بله عزیزان، این نوع بدعت، بدعت اضافی هست. اما بعضی بدعت را به دو دسته دیگر تقسیم کرده اند، به نام بدعت حسنه و سیئه. این بدعت حسنه و سیئه را بدعت واجب، بدعت مندوب، بدعت حرام، بدعت مکروه، بدعت مباح گردانیدند و گفتند که این نوع بدعت ربطی به بدعت شرعی داره، به بدعت اصطلاحی که ما از آن صحبت میکنیم داره. ولی در واقع اگر به عمق موضوع نظر بکنیم، بدعت همش دلالت و گمراهی هست. بدعت نمیتواند حسنه داشته باشه. در میان بدعت، بدعت حسنه وجود نداره. بعضی از علما این موضوع را بیان کردند که بدعت، بدعت حسنه هست و بدعت سیئه هست، که عده دیگر از علما می‌فرمایند که منظور آنها بدعت لغوی هست، نه بدعت اصطلاحی. ولی متاسفانه یک عده انسان‌هایی که از در واقع همچون صحبت‌ها و بیان همچون موضوعات که بدعت حسنه داره استفاده می‌کنند و در واقع می‌شود گفت که امرار معاش می‌کنند،
هر نوع چیزی که خود آنها ساختند در تحت این بدعت داخل کردند و گفتند این بدعت حسنه و به خورد مردم بیچاره دادند، به خورد مردم عوام دادند که بله بدعت حسنه و سیئه داره، فلان عالم گفته، در حالی که آن عالم بیچاره اصلا چون این چیزی نگفته و این را در کتب خود رد کرده، درست بدعت حسنه و سیئه گفته، منظورش بدعت حسنه و سیئه در لغت بوده نه در اصطلاح شرعی. پس تفاوت است میان بدعت حسنه در لغت و بدعت حسنه در شریعت و در اصطلاح. ما در اصطلاح بدعتی به نام بدعت حسنه نداریم. بدعت نمیتواند حسنه باشد. یعنی چی؟ ما بگوییم که این را ما خود ساختیم حسنه هست؟ یعنی چی؟ پس آن ادعایی که ما میکنیم که الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند جل جلاله در قرآن گفته و تویی که میگویی بدعت حسنه وجود دارد به این آیه ایمان داری، میگویی دین کامل شده، میگویی دین کامل شده و همه ما معتقدیم، کسی معتقد نباشه دین کامل شده خب کافر است، مؤمن نیست. میگوییم دین کامل شده ولی باز میای میگی بدعت حسنه وجود داره، بدعت حسنه وجود داره. ما در آیات قرآن عظیم الشان و در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی به نام بدعت حسنه نداریم، تمام، یک کلام. و دلائل موثق بر رد این موضوع فراوان هست و شبهاتی که کسانی که ادعا می کنند بدعت حسنه داره، آن شبهات هم در واقع می شود گفت که مثل خانه عنکبوت است، یا اینکه این شبهات ربطی به موضوع ندارد، یا اینکه چنان سست هست که اصلا خود شخصی که این استدلال را کرده نمیداند که چی میگوید، و یا اینکه به چیزهای استناد میکنند که مستند نیست. پس بناهن ما به این نتیجه رسیدیم که بدعت حسنه و سیئه ندارد و در این مورد روایات و آیات فراوانی وجود داره که ما انشاءالله در برنامه آینده فقط مخصوص در مورد بدعت حسنه و سیئه صحبت خواهیم کرد که آیا بدعت حسنه و سیئه در دین وجود دارد یا ندارد و دلائلی از قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم و بزرگان و علما بیان خواهیم کرد که بدعت حسنه ندارد. حالا اجازه دهید که در اینجا از خدمت شما بینندگان عزیز رخصت بشم تا برنامه بعد که انشاءالله در مورد بدعت حسنه و سیئه صحبت خواهیم کرد، همه شما را به الله پاک بی همتا می سپارم. الله سبحانه و تعالی یار و مددگار همه من و شما باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.